وقت شما بخیر. بیننده و شنونده بخش اقتصاد، با من کاملیا پورکتابی هستین. امروز دوشنبه 19 دی ماه. روایت سازی و گزارش های امید بخش سیاست مسئولین حکومت در دوره بحران اقتصادی است که ایران را فرا گرفته. در همین رابطه روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله امروزش به پدیده آمارسازی حکومت‌های دیکتاتوری در گزارش‌های اقتصادی پرداخته، نوشته گرچه دیکتاتورها برای نشان دادن تصویری خوب از خود به وسوسه دستکاری آمار دچار می‌شوند، اما این کار می‌تواند منجر به ناکارآمدی و در اقتصاد و سیاست در کشورشان بشود. علی خامنه ای هم امروز در تناقض آشکار ضمن پذیرش ضعف مدیریتی و اقتصادی حکومت ادعا کرده از نقاط قوت جمهوری اسلامی است که به ادعای او معترضین به دنبال از بین بردن اونها بودند. اینجور میخواستن وانمود بکنن، یه سطل زباله رو آتیش میزنن فلان، اینا مخالف با ضعف‌های کشورن، ضعف‌های مدیریتی، ضعف‌های اقتصادی، ضعف‌های فلان. نه، بنده به شما عرض میکنم عکس قضیه. اینا میخواستن نقاط قوت ما رو از بین ببرن، امنیت ما رو، رشد تولید داخلی نباشه. مسئله گردشگری رو یکی از سیاست‌های دولت، مثلا گردشگری بوده که گردشگری درآمد خوبیست، تازه داشت راه میافتاد، شروع میشد، اینو میخواستن متوقف کنن. نقاط قوت میخواستن متوقف کنن. محمد ماشینچیان، پژوهشگر ارشد حکمرانی از دانشگاه پیتسبورگ با من هستن. راجع به این خبرها و موارد با هم بیشتر صحبت کنیم. آقای ماشینچیان، خب شنیدیم صحبت های علی خامنه ای و خبرهاش رو در این مورد. ارزیابی شما رو بشنویم. ابتدا از این صحبت های متناقض علی خامنه ای در مورد وضعیت اقتصادی کشور. درود بر شما. گفتنی زیاده. چند تا کج‌فهمی اساسی وجود داره در صحبت‌های ایشون. اول اینکه دائما تکرار می‌کنن که بله یک کاستی‌هایی هم وجود داره، اما موفقیت‌های بزرگی هم حاصل شده. به هیچ وجه اینطور نیست. سنجه‌های کلان اقتصادی کشور کاملا گویا هستند. وضعیت اقتصادی کشور، وضعیت معاش مردم ایران کاملا گویاست و مردم ایران خیلی خوب این رو می‌دونن. دوم اینکه گفته است مسئله اعتراضات برطرف کردن ضعف‌های مدیریتی و اقتصادی کشور نبوده، بلکه هدف از بین بردن نقاط قوت کشور بوده. حالا این نقاط قوت کشور در نظر ایشون چیه؟ به امنیت کشور اشاره کردند. این که نیازی به گفتن من نیست. شما از امنیت شهری بگیرید، آمار سرقت و زورگیری و تعرض خود حکومت رو نگاه کنید، تا برسیم به مسئله امنیت اقتصادی در کشوری که بی‌ثبات‌ترین پول دنیا رو داره، یکی از بی‌امنیت‌ترین جاهای دنیاست از نظر امنیت سرمایه‌گذاری. مالکیت خصوصی تقریبا هیچ امنیتی نداره در ایران. سیاست‌گذار به دلخواه و اشاره‌ای با زندگی و دارایی مردم قمار می‌کنه. من واقعا نمیدونم در ایران ما الان چه امنیتی داریم. امنیت اجتماعی داریم، این که ماموران حکومت جگرگوشه های ما رو در خیابان خفت میکنن و بعد جنازه اونها رو با تهدید تحویل ما میدن. آیا این امنیت؟ اینها رو بگیرید بیایید تا امنیت یه چیزی مثل تخم مرغ، کشوری که شما امروز تخم مرغ میخرید نگران هستید که هفته دیگه باید همین تخم مرغ رو به چه قیمتی بخرید، تخم مرغی که قیمتش از اروپا بیشتر شده الان در ایران. چطور رهبر کشوری با چنین وضع آشفته‌ای به خودش اجازه میده که امنیت رو به عنوان نقطه قوت و دستاورد و حکومتش به رخ مردم بکشه؟ باری گفته است که اعتراضات پیشرفت علمی رو متوقف کرده است از طریق به تعطیلی کشاندن مراکز تحصیلی و علمی. این یک توهم بزرگ راجع به دستاوردهای علمی که دائما تکرار میکنند، اما هیچ مابعضای بیرونی براش وجود نداره. اشاره کرده است به متوقف شدن رشد تولید داخلی در نتیجه اعتراضات. این هم دروغی بیش نیست و دروغ بزرگی هم هست. از زمانی که ایده نحس اقتصاد مقاومتی رو ایشون مطرح کرده در ابتدای دهه 90، پیش از دهه 90 تا الان، نرخ رشد اقتصادی ایران به طور متوسط صفر بوده. آیا اینها همش تقصیر مردم و اعتراضات در همه این بیش از یک دهه گذشته؟ 10 سال رشد
اقتصادی یک قول انرژی جهان سومی صفر بوده. این از نظر اقتصادی دستاوردی کمی نیست، یعنی یه درجه ای از بیکفایتی و بیارزگی واقعا میخواد که فقط در این حکومت وجود داره. اشاره میکنن، تاکید دارن بر مسئله گردشگری که گویا تازه شروع شده بوده، بعد از 43 سال تازه گویا که یه صنعت جدید رو، این هم یه دروغ بزرگی بیش نیست. من میدونم ایشون به چی اشاره میکنن، اشاره دارن به اینکه زائران مشهد مثلا کمتر شدن از کشورهای اطراف، ولی واقعیت این است که در طول این 40 سال گذشته میلیاردها دلار خرج کردند به اعوان و انصارشون، رانت توضیح کردند، وام های با سود خیلی ناچیز دادند یا بدون بازگشت دادن، وامایی دادن که هیچ وقت پس نگرفتن برای توسعه گردشگری، و هیچ اتفاقی در این زمینه نیفتاده. راستی آزمایش هم بسیار آسانه، میشه این رو مقایسه کرد با کشورهای اطراف، با ترکیه مقایسه کنید ببینید که گردشگری ما کجاست. ولی به هر حال این هم وقاحت سیاستمدار ایرانیه که همیشه به خودش اجازه میده وانمود کنه که تازه یه کار جدیدی رو شروع کرده بودن و داشت از زمین بلند میشد، داشت تازه قوت میگرفت که مردم اجازه ندادن. اینطوری نیست. آقای ماشینچیان، در کنار صحبت‌های شما می‌بینیم از طرفی کسری بودجه صفر اعلام میشه، ادعا میشه وضعیت مالی و ارزی کشور مناسبه، ولی مردم خب دارن هر روز فقیرتر میشن. اگر کوتاه جواب بدین علتش چیست؟ بروی چشم، امروز در ایران مسائل اقتصادی به محور بسیاری از بحث‌های سیاسی تبدیل شده. این در حالی است که گروه بزرگی از سیاستمداران عالی رتبه واقعا سررشته‌ای از اقتصاد ندارند. از اون مهمتر اینکه سالهاست هیچ ارتباطی با جامعه هم ندارند. همونطور که در مورد آقای خامنه‌ای هم اشاره کردم، اینها واقعا اقتصاد رو متوجه نمیشن. به این معنا من اینطوری جمع‌بندی می‌کنم که هم ابزارهای شهودی ندارند، زندگی عادی ندارند، در جامعه حضور ندارند و هم سواد اقتصادی ندارند. قدرت هضم مستقیم یا راستی آزمایی تحلیل‌ها و گزارش‌های اقتصادی رو هم ندارند. لذا کل دریافت مسئولان از وضعیت اقتصادی فروکاسته میشه به چند تا عدد و رقم، مثل تولید ناخالص، تورم، کسری بودجه و نظایر اینها، که خب اینها یه انگیزه‌ای به وجود میاد برای اینکه شکنجه کنن اعداد و ارقام رو و مصادره به مطلوب کنن. تورم رو بارها و بارها، بیش از 1000 بار واقعا اقرار نیست اگر ادعا کنیم که تورم رو کنترل شده، کسری بودجه رو تراز شده، نرخ رشد رو مثبت اعلام کردن، ولی بعداً فهمیدیم که در گزارش‌های رسمی خود اونها با البته جرح و تعدیل فهمیدیم که اینطور نبوده. ممنون. محمد ماشینچیان، پژوهشگر ارشد حکمرانی از دانشگاه پیتسبورگ همراه ما بودین امروز. تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی که ابتدای سال جاری با عنوان جرح اقتصادی متوقف شده بود، با اعلام محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی دوباره آغاز شد. روابط عمومی بانک مرکزی هم اعلام کرد 1.5 میلیارد دلار ارز به واردات کالاهای اساسی تخصیص می‌یابد. و وزیر جهاد کشاورزی هم در نامه بانک مرکزی را موظف کرد از طریق سیستم بانکی 24 هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی فراتر از سقف قانون بودجه 1401 در اختیار 3 شرکت بازرگانی دولتی، پشتیبانی امور دام کشور و همچنین خدمات حمایتی کشاورزی قرار دهد. و مجری طرح هوشمندسازی یارانه نان میگوید روزانه معادل 50 میلیون قرص نان لواش در کشور گم می شود. محمد جلال مشاور وزیر اقتصاد گفته میزان آردی که به نان تبدیل می شود حدود 5000 تن کمتر از آرد تخصیصی روزانه در کشور است. همراه میشم با آرش حسنیان، روزنامه‌نگار اقتصادی از پروگرژه. به این خبرها هم امروز با هم بیشتر صحبت کنیم. آقای حسنیان، این دستور به بانک مرکزی برای پرداخت منابع ریالی و ارزی برای واردات کالاهای اساسی، برای ما بگین که چه معنایی داره لطفا. خب ما امروز با دو خبر مواجه شدیم، یک نامه و یک اطلاعیه بانک مرکزی. نامه‌ای بود که آقای ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی خطاب به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد نوشت. مدلی از دستور دادن به بانک مرکزی درش بود که تسهیلاتی فراتر از سقف قانون بودجه امسال رو به میزان 24 هزار میلیارد تومان در اختیار 3 شرکت بازرگانی دولتی، پشتیبانی امور دام و همچنین خدمات کشاورزی قرار بده بانک مرکزی از طریق بانک‌های عامل.
این نامه با امضای وزیر جهاد نیست، یعنی آقای ساداتی نژاد عنوانش در این در امضای این نامه رئیس شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی هست. خب به نظر میرسه که این شوراهای متعدد، شوراهای عالی که تصمیم گیری ها به عهده اونها گذاشته شده و اساسا مجلس و بخشای از دولت کنار گذاشته شدن در تصمیم گیری ها، در این مورد هم مشاهده میشه. دلیل این تسهیلات 24 هزار میلیارد تومانی در این نامه تصمیمی عنوان شده که در این جلسه در این شورا گرفته شده و مربوط هست به خرید تضمینی گندم، جو، ذرت و همینطور تامین کالاهای اساسی و نهادهای تولید. اطلاعیه است که بانک مرکزی منتشر کرده، صرف نظر از اون نامه‌ای که من توضیح دادم. در این اطلاعیه بانک مرکزی عنوان کرده که بر حسب ابلاغیه‌ای که آقای مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی داشته، 1.5 میلیارد دلار ارز رو تخصیص داده و تامین کرده برای اینکه صرف واردات کالاهای اساسی بشه، کالاهایی که محموله‌های اونها بارگیری شده و به سمت کشور حرکت کرده کشتی ها. در این حال یک خبری هم داشتیم که کشتی هایی مملو از محصولات کالاهای اساسی در نزدیکی های بنادر ایران منتظر هستند که کار ترخیص و تخلیه اونها انجام بشه. نمیدونیم واقعا این دو خبر، یعنی اطلاعیه بانک مرکزی و همینطور نامه وزیر جهاد، همپوشانی داره یا دو بحث جداگونه هست. اما امری که مشخص هست بی‌برنامگی دولت در تامین ارز مورد نیاز و همینطور برنامه‌هایی است که در سر داره و موضوع تامین کالاهای اساسی که به نظر می‌رسه ماها پس از اجرای قانون بودجه و همینطور حذف ارز ترجیحی کماکان مشکلات اون پابرجاست و دولت و بانک مرکزی با اون دست و پنجه نرم می‌کنن. ممنونم آرش حسنی از پراگ همراه من بودین. روزنامه‌نگار اقتصادی. ممنونم از همراهیتون. اقتصاد رو با ایران اینترنشنال دنبال کنید.